سلام به همه دوستای عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو بوده داشته باشید امروز اومدیم با یک آموزش جدید دیگه که میتونید به راحتی برای خودتون یه دونه سرویس گذر از تحریم بسازید و دیگه خداحافظی کنیم با سرور فیلتر شده آی پی فیلتر شده نمیدونم اسنای فیلتر شده یا حالا هر چیز دیگه ای که میخواید اسمش رو بذارید یکی از دوستان که الان من توی گیت هاپشون هستم اومدن یک سرویس جدیدی رو معرفی کردن که کامل فیلترینگ رو دور میزنه یعنی حتی اگر آی کثیف کلود فلر هم استفاده کنید جواب میده و به راحتی میتونید روی اون وصل بشید و راحتی از تحریم هایی که اعمال شده عبور کنید من اول خیلی خیلی تشکر میکنم ازش که اومده و چنین سرویسی رو معرفی کرده از دوستای دیگه هم میخوام که اگر این ویدیو رو میبینن و توی این کار تجربه دارن حتما کمک کنند برای آپدیت های بعدی که خیلی خیلی کار رو برامون راحت تر کنه خب یک سری دوستان اومدن قبلا ویدیو در این رابطه ساختن اما برای ویندوز آموزش رو دادن و دیدم که آموزشی برای حالا گوشی های اندروید وجود نداره و تصمیم گرفتم این آموزش رو, رو روی گوشی های اندروید هم برای شما بسازم پس اگر آماده اید بریم سراغ آموزش خب من چون حالا روی سیستم قرار آموزش بدم اومدم یک شبیه ساز اندروید روی ویندوزم نصب کردم و قرار روی این شبیه ساز به شما این آموزش رو بدم و هر کاری که اینجا میکنم شما هم کافیه روی گوشی اندرویدیتون انجام بدید تا بتونید این کار رو عملی کنید و بتونید به راحتی اتصالتون رو برقرار کنید خب پیش هایی که ما میخواییم چیه ابتدا باید یک اپلیکیشنی روی گوشی اندرویدیتون نصب کنید که بیاد کودهای پایتون رو اجرا کنه برای این کار وارد گوگل پلی میشیم و میایم یکی از این برنامه ها رو دانلود میکنیم اگر حالا من بنویسم کیو پایتون برام خب میاره پایتون سه هست کیو پایتون سه من از این برنامه قرار استفاده کنم اون رو میام نصب میکنم این استال رو میزنم تا این برنامه دانلود و نصب بشه خب من این برنامه رو نصبش کردم میان بیرون از فروشگاه پلی حالا به چی نیاز داریم؟ ما در ابتدا طبق آموزش های قبلی باید کانفیک های ویتوری رو ایجاد کنیم اما چطور قبل از هر چیزی باید وارد کلود فلر بشید و ای رکوردی که ایجاد کردید داخل کلودفلر رو سی‌دی‌انش رو روشن کنید چون قرار از CDN کلودفلر برای این کار استفاده کنیم خب وارد حساب کلودفلر هم میشم میان بخش DNS بخش رکورد ها اینجا رکوردی که ایجاد کردید رو به عنوان مثال من این رکورد رو ایجاد کردم و سی رو اینجا روشن کردم خب حالا برای اینکه بهتر متوجه بشید من میام این آدرس رو کپی میکنم لینک گیت هاب رو داخل توضیحات همین ویدیو براتون قرار میدم میام وارد مرورگر کروم اندروید میشم آدرس رو اینجا وارد میکنم و اینتر رو میزنم تا با کروم وارد صفحه گیت ها به دوستمون بشیم اینجا میام سه نقطه رو بالای صفحه میزنم میام پایین تر یک گزینه ای هست با نام دسکتاپ سایت این رو تیکش رو میزنم تا این دکمه سبزرنگ برای من بیاد روی اون کلیک میکنم میام پایین تر اینجا یک گزینه ای هست با نام دانلود زیپ روی اون میزنم تا این فایل برای من دانلود بشه اگر چنین اروری دریافت کردید باید دسترسی بهش بدید که آلو رو میزنم و دسترسی رو بهش میدم تا فایل برام دانلود بشه خب. چنین فایلی هست که باید اون رو اکسترک کنم این فایل زیپی هست که دانلود کردیم روی اون میزنم فایل رو انتخاب میکنم این سه نقطه رو میزنم و اکسترکتور رو میزنم و میام اون رو توی یکی از فایل های مورد نظرم ذخیره میکنم حالا همینجا اکسترکش میکنیم تا فایلمون اکسترک بشه خب میایم بیرون وارد فایل منیجر گوشیمون میشیم میایم توی پوشه دانلود ها این پوشه فایلی هست که ما اکسترک کردیم وارد اون اگر بشید یک سری فایل هست که دو تا از این فایل ها با دات پی وای تموم میشن و اینها باید توی برنامه پایتون ما اونها رو ادیت کنیم و اجراشون کنیم اما چطور بیایم این کار رو بکنیم من میام وارد برنامه کیو پایتون میشم که قبلا اون رو نصب کردیم دسترسی هایی که میخواد رو بهش میدیم اینجا یک سری گزینه برامون میاره میایم ادیتور رو اینجا انتخاب میکنیم و حالا باید فایل رو اینجا انتخابش کنیم میاییم چی کار میکنم میاییم این گزینه رو انتخاب میکنیم خب بعد از اینکه وارد این صفحه شدیم میاییم بیرون یه بک میزنم میان وارد پوشه دانلود میشم این پوشه ای هست که اکسترک کرده بودیم میاییم این فایل آخری رو بازش میکنیم خب اینجا برامون باز میشه ما باید بیایم این قسمت یک پورتی داریم با نام پورت 2520 یا حالا 2500 هر چیزی که هرجوری که میخونید این رو میتونید هر چیزی قرار بدید حالا من دستش نمیذارم میذارم همین باشه و اینجا حتما باید بیاید یکی از آی های تمیز یا کثیف کلود فلر رو قرار بدید هیچ فرقی نمیکنه آی پی تمیز باشه یا کثیف باشه حتی میتونید این هم دست نزنید و بذارید همین بمونه و اینجا هم پورت 443 هست که دستش نزنید بذارید همین بمونه اما توی اندروید ما یک مشکلی داریم اگر بیایم حالا این کد رو با زدن این دکمه اجرا کنیم اینجا بهمون به یک اروری میده که باید بیایم ابتدا این ارور رو توی اندروید رفعش کنیم چطور این کار رو بکنیم یه بک میزنم تا وارد محیط ادیتور بشم میاییم اینجا این خط کد رو که حالا برای من 15 تا 19 هست این رو کامل پاکش میکنیم و حالا اگر بیایم اینجا کد رو اجرا کنیم میبینید که کد به راحتی برامون اجرا میشه و اینجا بهمون به میگه چه میگه من آماده گوش دادن به این آیپی و پورت هستم خب تا اینجا کار ما تموم میشه خب میایم حالا یه بک میزنیم این رو من میبندم از حالت اجرا خارجش میکنم میایم وارد ویتوری میشیم این سه همبرگری بالا رو میزنیم حالا ممکنه برای شما سمت راست باشه برای من سمت چپه اون رو میزنم میام وارد ستینگ میشم اینجا یک گزینه ای هست با نام پر اپ پروکسی تیکش رو فعال میکنم بای پس مود رو تیکش رو میزنم و میام اینجا کیو پایتون 3 که قرار اون کد رو برای من اجرا کنه تیکش رو اینجا فعال میکنم برمیگردم و میرم حالا کانفیگم رو میسازم بریم با هم کانفیگ رو بسازیم وارد پنل ویتوری میشم میام این به اضافه رو میزنم اینجا یک نامی براش مینویسم هر نامی میتونه باشه پروتکل همون ویمز حجم هم به عنوان مثال 10 گیگ اینجا پورت رو باید بذارید 443 تاریخ هم نامحدود دست نمیزنم اینجا میاییم وب سوکت رو انتخاب میکنیم و اینجا هم TLS رو تیکش رو میزنیم اینجا میاییم آدرس دامنه همون یا همون ساب دامینی که داریم رو وارد میکنیم و اینجا هم این دوتا آدرسی که توی آموزش های قبلی هم بهتون گفتم چی هستند رو اینجا وارد میکنیم یکیشون کی هست و کی فایل هست که اونها رو اینجا وارد میکنید و در نهایت گزینه اتو رو میزنید تا اضافه بشه البته این رو هم فراموش کردم که بگم این آدرس ساب دامین رو اینجا هم باید وارد کنید و اتو رو اینجا میزنیم تا کانفیگمون ساخته بشه خب الان این کانفیگی که ما داریم کار نمیکنه باید اون رو بیایم ادیت کنیم من من میام کد رو وارد ویتورهی می میکنم این کد من هست میام ادیت رو اینجا میزنم حتما باید ویتورهیتون خاموش باشه اینجا میام به جای این آدرس بذارید دوباره برگردم توی پایتون اینجا من مجددا پایتون رو اجرا کردم و اون کدم رو اجرا کردم حالا اینجا به من گفته چه داخل پایتون گفته که من منتظرم به این گوش بدم پس ما میایم داخل ویتوری می نویسیم 127.0.0.1 خب میام می نویسم 127.0.0.1 ببینم درسته 127.0.0.1 و اینجا پورت رو میام این پورتی که اینجا هست یعنی 2500 رو می نویسم و در نهایت این بالا این تیک رو میزنم و دکمه اتصال رو میزنم تا ویتوره برای من فعال بشه و به راحتی بتونید داخل گوشی اندروید ازش استفاده کنید خب حالا تستش میکنیم ببینیم کار میکنه یا نه من حالا یوتیوبم رو انتخاب میکنم اینتر رو میزنم ببینم وارد یوتیوب میشم یا نه خب میبینید که به راحتی برام یوتیوب رو ورد بالا و شما هم میتونید با استفاده از این روش به راحتی متصل بشید و تحریم ها رو دور بزنید حتما حتما سابسکرایب یادتون نره یک نکته دیگه ای هم که هست این که این روش فعلا توی ایرانسل سل یه کمی مشکل داره طبق چیزی که حالا خود دوستمون گفته اما روی بقیه اپراتورها به راحتی کار میکنه فقط روی ایرانسل گفتش گفته که یکم سرعت ضعیفه پس اگر از ایرانسل استفاده می کنید و سرعتتون یکم کم پایینه این طبیعیه و باید منتظر آپدیت های بعدی باشید تا این مشکل هم رفت بشه امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشید اگر هم هنوز کانال تلگرامی ما رو دنبال نمی کنید خوشحال میشم که از طریق لینکی که توی توضیحات همین ویدیو هست عضو کانال تلگرامیمون بشید اطلاع رسانی ها رو اونجا براتون قرار میدم و خوشحالم میشم کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیو جدیدی براتون قرار دادیم بتونید استفاده کنید موفق و پیروز باشید